کتاب تلوس فصل 17 مترجم مریم کانال سوفیا ساناندا سخنان پایانی از آداما میخواهم پیام‌های خود را اینگونه به پایان برسانم که به همه شما که این مطالب را میخوانید یا میشنوید بگویم باعث افتخار و خوشحالی من بوده است که با انتشار این اطلاعات بار دیگر صدایی در سطح زمین داشته باشم. همچنین میخواهم قدردانی عمیق خود را از اورلیا لوئیز به خاطر فداکاری پیگیری و مسئولیت پذیری نسبت به مأموریتش و دیدگاهش درباره تأثیری که کارش برای همه ملت‌های این سیاره خواهد داشت و انرژی‌ها و آموزه‌های ما را به آنها برکت می‌دهد ابراز کنم. چنین تعداد زیادی از روح‌های محبوب در همه جا آماده‌اند تا قلب خود را به میراث لموریایی خود باز کنند. باشد که کتاب‌های ما به عنوان یک یادگاری باشد برای روح‌هایی که برای یک بیداری بزرگ و عمیق به دنبال آن بودند و به آن نیاز دارند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که آموزه‌های ما به زمان‌ها و مکان‌های دور و بسیاری سفر خواهد کرد تا به دست کسانی که در سرتاسر جهان با ما در ارتباط هستند برسد و به صدها هزار نفر در سفرشان به سوی آزادی معنوی کمک کند. من می‌خواهم به همه شما که پیام‌های ما را می‌خوانید در هر کجا که هستید اطمینان دهم که در حین خواندن ما در کنار شما خواهیم بود. ما عشق خود را برای شما ارسال می کنیم و شما را تشویق می کنیم که قلب و آگاهی خود را به سمت بخش بزرگتر خود باز کنید همراه با سطح آگاهی بیشتر. این انرژی که از طریق کلمات ارتباط قلبی ما را به شما منتقل می کند دیدگاه تجربه زندگی فعلی شما را برای همیشه تغییر خواهد داد. قصد ما در سرتاسر این کتاب این بوده است که به شما طعم تمدن روشنگرانه را بچشانیم و شما را تشویق کنیم که تا آنجایی که می توانید این اصول را در زندگی روزمره خود به کار ببرید و همانطور که انجام می دهید متوجه خواهید شد که زندگی شما با سهولت و لطف بیشتری جریان خواهد داشت. همه شما با هم همراه با همه ما از قلمرو نور این سیاره را شفا خواهید داد. طبق قانون کیهانی ما فقط می توانیم با تلاش های شما مطابقت کنیم. چند سال دیگر بسیاری از ما در میان شما قدم می زنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه جوامع شگفت انگیز نور را ایجاد کنید و پایه و اساس عصر طلایی جدید و دائمی را بر روی سطح سیاره خود بنا کنید. ظهور ما در میان شما تجربه دلگرم کننده برای همه شما که منتظر بازگشت ما هستید ایجاد خواهد کرد. حضور ما در سطح با شما به عنوان یک تمدن مشترک دیدار مجددی است که بسیاری از شما آرزوی آن را دارید. من از همه شما می‌خواهم که راه را برای آمدن ما آماده کنید. ما اکنون در آمادگی کامل برای حضور در میان شما هستیم، اما این آمادگی نیز باید از طرف شما ایجاد شود. در حال حاضر دنیای شما آماده دریافت مستقیم انرژی‌های ما نیست. من از همه شما به صورت فردی و جمعی می‌خواهم که هر کاری می‌توانید انجام دهید تا ابتدا خودتان را آماده کنید و سپس این خبر را با کسانی که آماده گشودن درهای این دیدار هستند به اشتراک بگذارید. عشق خود را پرتو افشانی کنید و بخواهید که در فهرست کسانی قرار بگیرید که اولین تماس را با آنها برقرار خواهیم کرد. مهم نیست کجا زندگی می کنید. ما راه‌هایی برای تماس با هر کسی در هر نقطه از کره زمین در لحظه مناسب داریم. لازمه گنجاندن خود در فهرست اولین کسانی که ما با آنها ملاقات می‌کنیم این است که ابتدا باید آن را بخواهید. آگاهی خود را برای پذیرش الوهیت خود باز کنید و سپس در خدمت سیاره زمین و برادران و خواهران خود باشید که در آن زندگی می‌کنند.
راه را برای ظهور ما از طریق عشق خود و به اشتراک گذاشتن حقایق جدید خود آماده کنید. به یاد داشته باشید که ما شما را در سطح هوشیاری فعلی شما ملاقات نخواهیم کرد. شما باید ارتعاش خود را حداقل به 2/3 از بعد ما افزایش دهید. با این کلمات همه شما در تلوس به من ملحق می شوید تا برکات عشق، شفا، فراوانی، حکمت و فیض الهی را برای شما بفرستیم. بدانید که ما راهنمایانی هستیم که می توانیم در هر مرحله‌ای به شما کمک کنیم، فقط برای درخواست با هماهنگی قلب شما با عشق و شفقت. من برادر و دوست لموریایی شما هستم، آداما. پایان فصل 17.